PHP دارای دو نوع عددی شامل اعداد صحیح و ممیز شناور می باشد. اما در نگاه اول می توان هر دو نوع عددی را با نام اعداد در نظر گرفت. کلیه مقادیر عددی مثبت در نظر گرفته می شود، مگر اینکه از علامت منفی در ابتدای عدد استفاده شود. در اینجا نمونه هایی از متغیرهای دارای نوع داده عددی را برای شما نمایش داده ایم که معتبر هستند. برای انتساب هر کدام از این مقادیر فوق به متغیرها نباید از علامت نقل قول یا دبل کوتیشن استفاده نمود. در اینجا عملگرهای محاسباتی را که برای کار با انواع داده عددی مورد استفاده قرار می گیرد نمایش داده ایم. در PHP بزرگترین عدد صحیحی که پشتیبانی می شود حدود 2 بیلیون است. اعداد بزرگتر از آن به صورت یک عدد اعشاری با ممیز شناور در نظر گرفته می شود. توجه داشته باشید در محاسبات تقدم عملگرها را رعایت کنید. علاوه بر این، بسیاری از عملگرهای محاسباتی شکل خلاصه تری نیز دارند. به این مثال توجه کنید. توابع زیادی برای کار با انواع داده عددی وجود دارد. تابع راوند عدد اعشاری را به نزدیکترین عدد صحیح خود گرد می کند. علاوه بر این می تواند عدد اعشاری را به عددی با تعداد ارقام اعشار مشخص گرد کند. به مثال مقابل توجه کنید. مقدار 3.14 را به متغیر n اختصاص داده ایم. توسط تابع راوند آن را به عدد 3 گرد نموده ایم. تابع نامبر فرمت عدد ورودی را از سمت راست سه رقم سه رقم تفکیک می کند و بین آنها علامت کاما قرار می دهد. علاوه بر این تابع یک عدد را با تعداد ارقام اعشار مشخص قالب بندی می کند. برای درک بهتر این مبحث به بیان یک مثال می پردازیم. ابتدا یک سند جدید در ویرایشگر متن خود ایجاد کنید. کدهای HTML را وارد کنید. در داخل بدنه PHP متغیرهای کوانتیتی، پرایس، ریت و توتال را تعریف کنید.
در پایان با استفاده از تابع نامبر فرمت متغیر توتال را قالب بندی کنید. سپس یک دستور چاپ با استفاده از تابع اکو ایجاد کنید. بدنه PHP و HTML خود را کامل کنید. فایل مورد نظرتان را ذخیره کنید. نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید. توجه داشته باشید که عملگر ترکیب به شکل یک نقطه می باشد و با فرض اینکه هر دو عملوند آن از نوع دنباله کاراکتری است، عملوند سمت راست را به عملوند سمت چپ متصل می کند.